سلام و سلامتی به تک تک عزیزان مطمئنم که بعد از این پرستش عالی خداوند بسیار از ما خوشنود شده باشه که شادی خداوند قوت تک تک ما باشه در ارمیا باب 15 آیه 16 ارمیا میفرماید کلام تو یافت شد و آن را خوردم و این کلام شادی و لذت جان من شد باشه که امروز این طور بشه در قلب ما این کلام شادی و لذت برای ما بیاره همطور که همه تون آن تجربه کردی همه ما در مسیح چه خارج از مسیح حتی کسایی که ایمان ندارن تمی مشقت رنگ و رنگ و چشیدیم نیست گاهی شدت اون کم میشه گاهی شدت اون بالا میره شولش بالا میره و اصلا هم دیگه فکر میکنم لازم نباشه بپرسیم چرا این مشقت ها، این مسائب، تجربه ها در زندگی ما میاد و خیلی از ماها دیگه باید کاملا حتی خارج از مسیح برای ما جا افتاده باشه که این میراثیه که از پدرمون آدم به ما رسیده و اگر در مسیح باشیم و اندک ایمانی داشته باشیم مطمئن خواهیم بود ایمان خواهیم داشت که تمام این مشقت ها از سوی پدری پرمهر و حکیم با اهدافی از پیش آماده شده در زندگی های ما و به سوی ما میاد آمین امروز پس سؤال اصلی نیست که چرا دشواری میاد بلکه سوال اینه که واکنش ما نسبت به این دشواری ها چیه از اون دنیا ما مسیحیان رو زیر نظر داره مخصوصا وقتی از کوره های آزمایش ها عبور میکنیم و باور قطعی من اینه شخصی که داره با خدا راه میره بیشتر نگران اینه که چطور میتونم در این مشقت ها و آزمایش ها یک مسیحی حقیقی باشم آمین چطور در زمانی که باد و سیل و طوفان ضربه میزنه به خونه ایمان من فرو نریزم و مثل خانه ای بر سنگ پا بر جا استوار باقی بمانم آمین و چه کار کنم؟ سوال یه مسیحی حقیقی که چی کار کنم وقتی سختی ها تموم میشه به پشت سرم نگاه کنم عمل دست خدا رو در اون موقع که فکر میکردم خدا نیست ببینم و وفاداری خدا رو و محبت خدا رو عمیقتر اعلام کنم این دقدقه یک ایمانداره عزیزان و مطمئن هستم شمایانی که عزیزان داریم میشنوید از طریقهای مختلف مثل خود من آرزو داریم که چنین ایمانی سرسپرده از خودمون به جا بذاریم چون میدانیم چون میدانیم عزیزان عملکردهای ما انتخابهای ما فقط به خودمون منتهی نمیشه تصمیمات ما خود ما رو در بر نمیگیره بلکه انسانهای اطراف ما رو حال و آیندگان رو تاثیر به سزایی خواهد گذاشت و برای اینکه یک ایمانی سرسپرده که خدا برای این ما رو خوانده و خودش این قوت رو به ما میده داشته باشیم یاد بگیریم در این مکتب بریم یاد بگیریم مثل همیشه نیاز به یک مربی داریم درسته؟ همه ما نیاز به یه الگو داریم آمین که در طی شنیدن داستان این قهرمان ایمانمون در کلام خدا احساس مشترکی با او پیدا کنیم نیست؟ با او رابطه برقرار کنیم و باور کنیم که در هر ای از زمان در هر ای از مکان ما عضوی از جامعه انسانی هستیم و در هر دردی که میکشیم، در هر مسائبی که هستیم اون رنج ها به نوعی مشترکه چون انسانیم بنی آدم از یکدیگر یک است نیست؟ حاضریم با هم کمرهای دلهای خودتون رو ببندیم با خیال در خیال خودمون به بخ... محل زندگی این شخص بریم حاضرید؟ آماده ای؟ به یه دهی کوچیک که در 80 کیلومتری کوه کرمل بود مکانی بود که الیشا خادم خدا در اونجا یه مدرسه علوم دینی برای انبیا تاسیس کرده بود و نبیها اونجا دروس نبوت از الیشا یاد میگرفتند و در بین راه که او به این مدرسه میرفت کوه کرمل یه ده کوچکی بود به نام شونم و هر بار الیشا یه خونه بود اونجا یه زنی بود سرسپرده که معروف بود به زن شونمی یک زنی در ایمانی سرسپرده هر وقت که از اونجا عبور میکرد میرفت خونه اون یه نمیدونم یه روز دو روز کلام به اون اشاره نکرده استراحت میکرد توقف میکرد تا برای ادامه راه تر و تازه بشه بتونه ادامه بده در همون شروع که این اتفاق این داستان حقیقی در دوم پادشاهان باب چهار آیه ده از همان شروع اخلاق ستودنی زن شونمی و ابتکار عمل او در مهمان نوازی از آن بی نظیره. در دوم پادشاهان باب چهار آیه ده میگه آن زن به شوهر خود گفت اینک فهمیدم که این مرد مقدس خداست پس بیاییم برای وی در بالا اتاق کوچک بسازیم و برای راحتی او بستری میزی صندلی چراغی به احتمال زیاد چراغ مانورا بوده این چراغدان زیبا که نمیخواستم بهش اشاره کنم چراغ سمبل پرستشه سمبل ایسا نور جهانه تک تک این چیزهایی که زن شونمی برای الیشه آماده میکنه بیایم برای او وسایل راحت آماده کنیم یه بستر، یه میز، یه صندلی یه چراغدان چراغی بذاریم که هر وقت که به این بالا خانه میاد توی این اتاق میاد احساس راحتی کنه اونجا منزل کنه و وقتی که الیشا به این خونه میاد به این اتاق میاد چنان عزیزان تحت تاثیر محبت این زن قرار میگیره که به خادمش جیهزی میگه برو زن رو فرا بخوان در دوم پادشان باب سیزده زن میاد بالا و به زن میگه زحمت بسیار برای ما کشیدی واقعا ممنون میخوای سفارشت رو به پادشاه یا فرمانده سپاه بکنم انگار یک رابطه داشت حتما داشت با پادشاه با پادشاه اسرائیل و فرمانده سپاه و زن میگه نه آقایم من در با... میان قوم خود ساکنم اما عزیزان وقتی نگاه میکنین داستان این زن فرزندی نداشت و در عهد عتیق بی فرزندی نشانه تنبیه الهی مجازات الهی نفرین الهی بود و آرزوی هر زنی بود که حداقل یک پسر داشته باشه راهیل یادتونه در یعقوب بابسی نازا بود چطور یقه یعقوب رو میگره به من پسران بده و الله خواهم مرد اما این زن میگه من در میان فامیل خود ساکنم این کافیه به این زن گوهر رضامندی و مناعت تب داده شده بود عزیزان عطا شده بود که در هر شرایطی راضی بود به رضای خدا و الیشه دوباره میره تو فکر به خادمش چه میگه پس برای این زن چیکار کنیم دیدیم ما ایرانی یه جوری میخوایم جبران کنیم وقتی محبت یه جوری تمام وجودمون رو میگیره از قلبه، یه جوری میخوایم جبران پس چیکار کنیم مشورت به من بده جای میگه ببین من خبر دارم این زن پسر نداره شوهرش هم سال خورده است پسر مثل یخته فقط میخوام بهت اطلاع بدم دوباره الیشا میگه دوباره زن رو فرا بخوان زن میاد بالا دوباره تو درگاهی وای میسه نگاه میکنه به الیشه دوباره این چی میگه الیشا بهش میگه زن سال دیگه همین زمان تو پسری در آغوش خواهی داشت حالا از واکنش های زن میگذاریم و آن پسر عزیزان طبق نبوت مرد خدا سر سال به دنیا میاد وقتی دوازده سالش میشه میره سر زمین که به پدرش کمک کنه در اون آفتاب گرم و سوزان گرم و زده میشه سردرد شدیدی میگیره پدر که بی توجه به وخامت حال پسر بوده پسر رو میفرسته خونه و پسر کلام خدا میگه تا زور با اون سردرد شدیدی که داشته روی زانوی مادرش سرشو میذاره و میمیره از میخوام فقط فکر کنیم پسری که یادآور وفاداری خدا بود پسری که یادآوری معجزه یهوه خدا بود میمیره اصلا فکرشو میکنین؟ چیزی که خدا بده آدم فکر میکنه دیگه تا آخر میمونه براش اگه من بودم حقیقتا فکر میکردم بارهای اتفاق افتاده که از چشم خدا افتادم خدا داره منو تنبیه میکنه خدا داره من مجازات میکنه و در آخرم پسرم با گریه و زاری و شکفه و شکایت و تو سر زدن میبردم تو خ... به خاک میسپردم اما عزیزان این زن سه کار عجیب و بی نظیر میکنه که واکنشی از روی ایمانی سرسپرده به خداست آیه 21 میگه او بالا رفته بالا کجا رفت؟ بالا خانه پسر مرده رو بر بستر مرد خدا خوابانید بعد کار کرد؟ در رو بست سومین حرکت بیرون رفت در بالا خانه خوابید خوابانید پسر مردر عزیزان امروز سوال اینجا چه اتفاقی در زندگی تو ممکنه به وقوع به که از اون واهمه داری چه چیزی در زندگی تو مرده آیا رابطه زن و شوی تو مرده یا در حال مرگ آیا فرزند تو در ایمان مرده آیا پسرت بیماری ناعلاجی مرده که من فکر میکنم خیلی بدتر از مرگ وقتی بچهش جگرگوشه آدمی بیماری داشته بکشه تا آخر عمر در پی او خواهد بود آیا رویای تو مرده؟ آیا ایمان تو مرده؟ آیا رابطه ای که برات عزیز بوده و روش خیلی فکر حساب باز کرده بودی مرده؟ میخوام بهت بگم امروز در نام عیسی مسیح با ایمان او رو بر بالاخانه ببر چون در بالاخانه از اتفاقات بسیار عجیبی میافته بالاخانه میادگاه تو و خداست بالاخانه زمانیه که تو میری اونجا برای خدای وفادار در ایمان منتظری که دستشو باز کنه و جان تو را نیکوی سیر کنه بالاخانه جایی که منتظر خدا به میان بیاد بالاخانه جایی که تو با خدا ملاقات میشی یه رابطه من و توی حتی اگه هیچ اتفاقی هم نیفته قوت میابی که دوباره حرکت کنی در بالاخانه بود که الیشا در اون دعا در اون پرستش در اون کرسی در اون بستر در اون جایی که تک تک شکل عالم سمبول داره که اگه بخوام بگم شاید یک ساعت طول میکشه چقدر قوت میافت هر و تازگی میافت تا اون راه پر فراز و نشیب رو تا مدرسه انبیا برای خدمت بره در بالخانه بود که خداوند در اون شام آخر عالیترین رابطه رو با شاگرداش در مطابع 26 برقرار کرد و الان هم وقتی به یادآور اون شام آخر میخوریم کرورها برکت در زندگی ما میاد در اون بالاخانه باب اعمال باب یک بود که وقتی شاگردان در دعا در اتحاد در اون بالاخانه بودن روح القدس بر اونا نازل شد در اون بالاخانه بود در اعمال باب نو که تابیتا یا غزال زنی صالحه که اونجا مریض میشه و میمیره پتروس برای او دعا میکنه و اون از مرگ قیام میکنه در بالاخانه بود اعمال باب بیس که افتیخوس در بالاخانه داشت با لذت و رقبت تعلیم پولس که شیش هفت ساعت طول کشیده بود گوش میداد در درگاهی ولی انگاه خواب بر اون مصولی میشه حتما مستولی میشه من یه موقع برای چل دقیقه موعظه بعضیاتون رو میبینم چورت میزن این قربونش برم تا سه چهار نصف شب موعظه پولس طول میکشه و افتیخوس از اونجا از بالاخانه طبقه سوم پایین میفته پولس برای او دعا میکنه و او از مردگان برمیخیزه از سان در بالاخانه ها جان ها تقویت میشه تا بتونیم به خدمت ادامه بدیم در بالاخانه ها گناهان به خون ایسای مسیح خداوند تاهر میشه در بالاخانه ها عزیزان روح خدا در اون تنگی های ما بر ما قرار میگیره و جان ما وسیع تر میشه در بالاخانه ها زنان و مردان خدا قیام از مردگان در هر قسمت هر زندگیشونو تجربه میکنن و دومین حرکتی که میکنه در رو میبنده در رو میبنده از اون خیلی عجیبه در گرمای اسرائیل مرده سری باید دفن میشد و کاری که رس بود سری صاحب اون اموات یا اون کسی که فوت شده بود یه نوهگرانی عجیر میکردن که تو سرکله خودشون بزنن جلوی تابوت و آخر تابوت پول میگرفتن که گریه زاری کنن و سوگواری کنن بعد مرده رو به خاک میسپردن ولی زن عزیزان در رو بست در رو بست به سوی تمام این مراسم در رو بست و به طرف اون منفی بافان دشمنان خدا که میخواستم معجزه خدا رو زیر سوال ببرن چی شد؟ تو که شوهرت پیر بود تو که دیگه دست برداشته بودی گفتی خدا این پسر رو خودش به من هدیه داده چی شد چرا مرد زن در رو بست به روی تمام کسایی که دهنهای بزرگی داشتن که خدا رو زیر سوال ببرند. و سومین کار عجیب زن او بیرون رفت او بیرون رفت پسر عزیزشو مرده اون بالا خانه خوابون در رو بس بیرون رفت در حالی که هیچ رمقی براش باقی نموند به دنبال الیشا میره الیشا کجا بود؟ هشتاد کیلومتر فاصله در مدرسه داشت خدمت میکرد در کوه کمل اصلا ایمان از دیوارها عبور میکنه ایمان مثل اون دوستان مرد فلج در مرقس باب دو سخف ها رو میشکافه ایمان این کار میکنه آمین؟, آمین و زن در آیه دو فقط شوهرش تمنا میکنه ببین یه اولاغ به من بده و, به یه و یه خادم برای من بفرست که من به سوی مرد خدا برم و به سریع بازگردم شوهرش تعجب میکنه چی شد؟ چرا به شتاب انقدر سری میخوای بری و بیای؟ نه روز عیده، نه روز عبادته، نه روز ثبته، چه به روزت اومده؟ اما زن نه آیه 23 میگه خیر است، شالوم است، سلامتی هست از اون وقت و برای حرف زدن توزی هدر نمیده همه چیز مرتبه آیا داره تظاهر میکنه؟ آیا داره به همسرش مخفی کاری میکنه با همسرش نه عزیزا خیر خواهد بود خیر خواهد بود چون ایمان دارم مرگ قدرت خدا رو کنترل نمیکنه بلکه این خداوندی که طوفان ها رو در زندگی ما و مرگ ها رو که در هر قسمتی رو سوخ میکنه میتونه کنترل کنه خداوند این فاجعه رو برای خیریت من و جلال خودش به کار خواهد برد شلوس آس من نمیدونم کی من نمیدونم چطوری فقط اگر جسد و دل من زایل بشه من با ایمانی سرسپرده به خدای غیر ممکنها زندگی خواهم کرد و عمل خواهم کرد با ایمان به خدایی که از او یتیمان بیوه زنان خمشدگان بی کسان، رحمت میابند به ایمان به خدایی که از او منتظران صبور رحمت میابند به ایمان به خدایی که براش اگال نیست به خیال نیست چه اتفاقی تو زندگی ما میفته اشعیا میگه ما خدایی رو داریم که در تنگی های ما به تنگ میاد و من به این خدا ایمان دارم همه چیز به خیر خواهد گذشت حتی با اینکه هیچ خیریتی در این مشقت نمی بینم اما سلامتی است سلامتی است و بالاخره به مرد خدا میرسه مرد خدا از دور او رو میبینه که با یه اولاغ داره دوان دوان میاد شاخ در میاره خادمشو رو میفرسته میگه برو به زن بگو چه به روزت اومده چی شده کجایی آیا سالمی شوهر سالمی خودت سالمی چی شده زن با ایمانی عظیم که در بطن او سرسفردگیه در بطن این ایمان تسلیم سلامتی است خیر است شالوم است عزیزانم چنین ایمانی یک شبه به دست نمیاد چنین ایمانی باید از مراحل عبور کنه خدا ما رو به وسیله تجربه و شداید به جای میرسونه که در نهایت با ایمانی اوریان بدون تظاهر جلوی خدا بیستی و مرجعیت خدا رو در تمامی قسمت‌های زندگی به طور کامل بپذیری و در این پروسه رو به رشد ایمان من و تو عزیز جان ها به چند تا چیز نیاز داریم آماده ایم که بشنویم اول اینکه تو نیاز داری که باور قلبی داشته باشی که هر تجربه‌ای که الان داری باش دست و پنجه نرم می‌کنی هر سختی از جانب خدا میاد فقط از جانب خدا میاد اگر باور نکنی که خدا در رنجهای تو نقش داره چطور میتونی بدون تلخی بدون متهم کردن خدا به سوی او بری ها سوال اینه آیا میتونی چطور میتونی به او پناه ببری اگه خدا در مصائب تو نقش نداره چطور با سرسلامتی میتونی عبور کنی از آتش ها و آبهای پرتلاتوم با ما موافقین عزیزان و دومین پروسه رشد ایمانی سرسپرده حقانیت خدا رو در هر آنچه که میکنه باور داشته باشی خدا حق داره که برای زندگی من تصمیم بگیره آمین داوود در دوم سمایل باب ده یه پادشاه بود از دست پسر شورشگرش به کوه دشت و بیابون فرار میکنه وقتی داشت با گماشته هاش فرار میکرد یه مردی شمینام بر میداره سنگ خاک به او پرت میگه این مرد شریر دور شو از اورشلیم و وفاداران داوود میخواستن حالش رو جا بیارن حال شمعون و داوود میگه ببین دست نگه دار اگه خدا به او اجازه داده به من دشنام بده کیه که دست او رو باز داره بگذار بگذار کیست که به او بگوید چه کار میکنی اگر خدا اجازه میده که به من بیحرمتی کنه ایوب یک شبه ده فرزند خود رو از دست و تمام زندگی شد با ایمانی سرسپرده گفت خدا داد مال بابام نبود خدا گرفت نام خداوند متبارک باد عزیزان اگر خداوند فیض ببخشه و چشمان ما رو باز کنه میبینیم خدا چقدر عظیمتر و عجیبتر بیشتر از آنچه که مستحق هستیم با فیض و رحمت داره با ما برخورد میکنه پولس در رومیان باب هشت آیه ۳۵ تا ۳۶ و ۳۷ میگه کیست که ما رو از محبت مسیح جدا سازه؟ کیست محبت من و تو رو نمیگه ها عزیز جان در کوزه بذار آبشو بخورد. محبت خدا به ما کیست که ما را از محبت خدا جدا سازد آیا مصیبت آیا تنگی آیا تجربه ها اگه بیشتر از این در رنج باشیم اگه حتی مثل گوسفند های زه پیش شمرده بشیم بیشتر از تمام اینها ما نصرت یافتیم پیروزی یافتیم به واسطه خدایی که ما را هر روز محبت میکنه آمین ما بیشتر لیاقتمون خوشبخت هستیم زیادتر از مشقت هامون داریم فیض دریافت میکنیم نمیدونم تجربه کردین یا بعضیاتون یه جور روحیه طلبکار دارین ببخشید ما بیشتر لیاقتمون خوشبختیم و سومی مرحله پروسه رشد در ایمان ایمان سرسپرده منظورمه که به یاری خدایزان شناخت امیختری از وضعیت خودمون موقعیت خودمون و به عنوان یک انسان گناهکار پی ببریم چی بودیم کجا بودیم کجا <صح> هستیم از کجا اومدیم تا کار عظیمی که در جلجتا خدا برای ایمان تو کرده عمیقا درک کنیم تو متوجه بشیم هرچه که کمتر از جهنم به من و تو میرسه فیض عزیزان فیضه، خیر سلامتیه ما فقط تو آسمون میفهمیم چه نجاتی نصیبمون شده چه فیضی نصیبمون شده فقط اگه این برات مکاشفه بشه اون موقع در برابر راههای خدا که گاهن علیه توست نه فقط آمینی فروتنانه میگی بلکه نام او رو به عنوان پادشاه زندگی تو قانونگذار زندگی تو مرجع زندگی تو متبارک میخوانی و بلند میکنی پسر چطوره؟ خیره تسلیم خواست خداام، هم راهایش را تصدیق میکنم زیرا میدانم به جهت آنانی که خدا رو دوست دارند و به جهت اراده او دعوت شده همه چیزها عزیزان نه فقط وقتی پاس میگیریم خونه میگیریم بلکه وقتی مصائب میاد نه فقط وقتی خوشحالیم خس پارتی میگیریم بلکه وقتی مصائب میاد و اشک از چشم اون میاد همه چیزها با هم برای آنانی که خدا رو دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن. در خیریت است آمین اما میخوام قدری براتون صحبت کنم که سرسپردگی و تسلیم چی نیست یه موقع امر بر ما اشتباها مشتبه نشه عزیزانم تسلیم و سرسپردگی چیست یک پدیده درونی عزیزان به این معنا نیست که تو در هیته بیرونی قدرت عمل نداری یعنی اگه در گل بیفتی گیر کنی نمیگی باشه اوکی من در گل میمونم این تسلیم نیست این سرسپردگی نیست بلکه اینکه بار منفی و احساسی به وجود نمیاری ناامید و درمونده نمیشی تلخی و خشم و احساس تقصیر رو به خودت و دیگران و خدا منتقل نمیکنی در روت یادتونه باب یک آیه 21 همسر نعومی که انتخاب اشتباه کرد از سرزمین برکت از سرزمین نان به سرزمین موآب بدون مشورت کوچ کرد بدون که صبر کنه تحمل کنه یه قطعی کوتاه مدت بود همه زندگی خودش از دست داد در آیه 21 یقیق خدا رو میگیره اینکه خداونده که منو زلیل ساخته خداونده که به من بدی رسانده واقعا هر وقت اینو میخونم میگم طفلک خدا باید بگه خانم نعومی واقعا ببخشیم که انتخاب اشتباه کردی منو ببخشید دومین چیزی که تسلیم و سرسپردگی نیست اینکه نه اینکه حس رنج نداشته باشی بخندیم ما خلوچل نیستیم ایزان همجور رنج داریم میاد بخندیم و هللویا بگیم در آیه 27 زن ناله میکنه رنج داره به وضوح داریم میبینیم رو پاهای مرد خدا میفته اشک میریزه ناله میکنه الیشا وقتی خادم میخواد اون رو برداره میگه او رو واگذار زیرا جانش در رنجه سومین به معنی این نیست که ذهن تو از حجوم سوال ها ببندی زن شونمی رفت سوال کرد آیا پسری تو خواستم؟ نه بگو پسری تو خواستم من که گفتم من میان قوم خودم ساکنم تموم شد پسری تو خواستم چرا شاد و پشیمونم کردی؟ چرا این بلا سرم اومد؟ از به معنی این نیست که خدا رو زیر سوال ببره بلکه سوال او در اون عجز و ناله انگار دنبال راه حله آمین؟, آمین و همینطور به معنی تقدیرگرای منفعل نیست سرنوشتم اینه اوکی میپذیرم هللویا راستش رو بگم خانوادگی ما همه من میدونستم شانس نداریم هممون به بیماری قلبی مبتلا هستیم هممون فقط کار میکنیم ولی هیچی در نمیاریم نه زن میگه به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو رو ترک نمی کنم. یعنی تو منو برکت ندی ولت نمی کنم. مثل زنی که در متا باب مثل یعقوب در باب سی که خدا کشتی گرفت تا منو برکت ندی ولت نمی کنم سؤال اینجا زن آیا زندگی تو به نظرت خیره؟ آیا با روحی تسلیم به راه های خدا آمین میگی؟ آمین آیا نامش را در این سختی ها متبارک میخوانی مرحله ها رو میبینی عزیزان؟ و بهتون بگم این ایمانی سرسپرده در اون تون آتش ها وقتی در رنجی به وجود نمیاد وقتی در اون حجره در اون بالخانه میگه نزد تخت رحمت بیا تا فیضی رو بیابی که در وقت ضرورت تو رو اعانت کنه نیست؟ اونجا وقتی که همه اوکیه اون فیض رو بیاب که در کوره های سوزان تجربه بتونی اعلام کنی که به خاطر فیض ایسا سلامتی است به خاطر فیض ایسا خیر است مسیح هم اون گل سرسبد آفرینش بود مسیح هم اون نقطه عطف تاریخ بشریت بود عزیزان در باغ جتسیمانی بود در رنج بسیار بود که اون ایمانی سرسپرده و تسلیم رو به دست آورد تا تونست دردهای ترد شدگی از پدرش رو از انسانها رو متحمل بشه و عبور کنه در واقع وقتی ما در رنجیم با عدم سرسپردگی به راه های خدا داریم یه چیزی رو به افراد مخابره میکنیم و اینو تو خودمون هم هی قوی تر میکنیم برای همین در نتیجه پایین و پایین تر میریم که پدر نمیدونه چی بهتره وقتی قبول نمیکنی نیست؟ نمیدونی چیه وقت خدا داده پدر نمیدونه من بهتر میدونم و این گناهیه که از انسان رو سکاندار کشتی سرنوشت خودش که آفرینش خودش کرد این گناهیه که انسان رو سالار تقدیر خودش کرد عدم تسلیم به راه های خدا یعنی که فراموش کنی که یوحنا ایسای مسیح در یوحنا باب سیزده میگه آنچه که دارم الان میکنم تو نمیفهمی عزیز جان درک نمی کنی ولی بعدا متوجه میشی که دارم چیکار کار میکنم و برای اینکه مثل زن شونمی از زن نمونه ای در تاریخ از ایمانی سرسپرده به میراث بذاری میخوام به هفت نکته کوتاه اشاره کنم یک در این مسیر رنج های مسیح رو به یاد بیار واقعا این چقدر به من کمک کرده حتی در تصویر خیال خودم خودم اون جلوی صلیب و او رو آویزون با اون همه رنج شدم بارها و بارها اناجیل رو در اون قسمت هایی که خدا داشت مسلوب میشد میخوندم ابرانیان سه دوازده میگه به او فکر کن در او تعمق کن که متحمل چه بیحرمتی و چه دردهایی شد تا تسلیم رو بیاموزه به او فکر کن تا وقتی سختی میاد از جانهای خود ضعف نکنی بگیم آی بمیرم برای خودم دوم فیض مسیح رو به یاد بیار اصلا تمامی آنچه که ما نیاز داریم در تمامی مراحل زندگیمون هیچ وقت یادم نمیره روز دستگذاری من برد آرامس عزیز الان یادم افتاد یه کتاب به من هدیه داد و کلمات خیلی قشنگ و پرتم تراغ نوشته بود و اونجا نوشته بود خوهر نسرین تنها چیزی که شما در این مسیر احتیاج داریم فیض است فقط فیض و اون موقع نفهمیدم لحظه به لحظه از اون روز به بعد دارم این فیض خدا رو تجربه میکنم که چطور داره من از آتش ها و آبها حمل میکنه و سوم همدردی مسیح رو به یاد بیار عزیزان تو ابرانیان باب چهار میگه زیران رئیسی که کهنه نداریم که ندونه همدرد زعفای ما باشه بلکه همدرد ما شد همدرد تمامی دردهای ما شد اما نه مثل ما گناهکار بلکه بدون گناه وقتی شما به ایران فکر میکنی یه چیزی از ایران اعلام میشه آیا درد نمیکشی از رنج های سرزمینه چون اونجا بزرگ شده چون اونجا سرزمین عزیز توست هر خبری که میاد تنت میلرزه عیسی مسیح مثل یه مهاجر در زمین ما زندگی کرد و همدرد ضعفهای ما شد و همینجور چاروم این که حضور مسیح رو به یاد بیار سکان زندگی ما در دستای اوست او در مؤخر قایخ های پوسیده و توفان زده زندگی ما حضور داره باور کن هرچند دنیا عزیزانمون با ما با نامردی رفتار کنن عزیزا نابرادرانه ناخواهرانه رفتار کنن و خودمون هم همینطور با دیگران ولی مسیح هرگز با ما اینطور رفتار نمیکنه. محبت مسیح رو به یاد بیاد در یوحنا باب 13 آیه یک میگه او متعلقان خود رو تا به آخر محبت کرد ما متعلق به او هستیم عزیزان ما متعلق به او هستیم چه افتخار عظیم و بزرگی و ششم اهداف مسیح رو به یاد بیاد چرا میذاره درد بکشی؟ یادم یا بچه بودم این بچه های چار پنج ساله می دویدن از سینه مادرشون شیر بخورن دیگه مادر بیچاره جون نداشت انقدر این بچه های گنده رو شیر داده بود بعد ور می داشت نمی دونم چی بود می گفت این خیلی تلخه می بیزن این سر سینه وقتی که میاد می, آد می خوره، یه ذره حال این بچه یادم یا می دوید این سینه مادر رو می گرفت و انقدر ناراحت می شد. فکر می‌کنم یه ظلمه اینجوری او شیر شیرین یهوی تلخی او رو پرس میزد عزیزان خدا اجازه میده که ما درد بکشیم یکی از عواملش که ما رو از بوتهای ما و وستگیهای عاطفی ما های انسانی ما به خصوص محبتهای انسانی که انقدر زود گذر و بیدوامه حتی از نزدیکترین کسامون از اینا همه آزاد کنه و هفتم آخر آقابت خودت رو به یاد بیار بچگی یادم این دعا بود آقابت به خیر بشی عزیزان تو 16 سالت 17 سالت 5 و 6 سالت 7 تو آخر آقابت به خیری در درمستی آقابت خودت رو به یاد بیار یک ابدیت بی نظیر با امید زنده و ناپشمرده مرده ایسای مسیح خداوند زندگی خواهی که در رومیا 8 میگه در حضور پرجلال او و تمامی این رنج ها رنگ میبازه آمین پیروان حقیقی ایسای مسیح خداوند به قصد برنده شدن میدوند آمین تا تاج حیات رو به دست بیارن برای اون روز بزرگ دارم میدوند نه فقط زیر آفتاب و الان هوا خوبه زیر رگبارها بارانها در نقطه بیتاب شدنها لطفا موعظه پنجشنبه رو گوش بدیم در نقطه بیتاپ بی بی شدنها میدوند خوشابه به حال اون که در آزمایش ها پایداری نشان بده خوشابه به حال اون که از بوته آتش با سربلندی بیرون بیاد تا آن تاج حیات رو که خدا برای دوستداران خودش مهیا کرده دریافت کنه از این حقیقت مطلقه میتونی یه آمین بگیم باور میکنی؟ واقعا من وقتی به این حقایق فکر میکنم اصلا این حقایق بودی که در هر شرایطی جان من رو برگردانیده به خصوص آسمان با او وقتی یک میشم وقتی رو میشم وقتی او رو میبینم وقتی متبدل میشم وقتی دیگه چیزایی که الان دارم تجربه میکنم ایمان دارم هیچ کدومش رو تجربه نخواهم کرد عزیزم چقدر زیبا چه خوشی عظیمی به انسان میده و حسن ختام داستان مربی ایمان ما حاضرین در آیه سی و هفت. پس آن زن بعد از دعای الیشه داخل شده تو اون بالخانه دید پسرش سالمه سر بر خاک نهاد سجده کرد و پسر رو صحیح و سالم برداشت و این دومین بار بود که پسر رو بر میداره. از دست‌های خدایی که فکرای او برای او فکرای سلامتی است نه بدی تا تک تک ما رو در آخر امید ببخشه برای همین عزیزان میتونیم در هر شرایط غیر قابل توضیح با سرافرازی با ایمانی سرسپرده اعلام کنیم به خاطر فیض مسیح خیر است بیایم در این لحظه بیستیم ایمان داشته باشیم به خداوندمون و با هم اعلام کنیم بردر عزیز هفت بار من حالا سه بار سه بار به خاطر فیض مسیح خیر, خیر است میخوام به اون مشکلت فکر کنی به اون مانع به اون در بسته به اون بچه مریض به اون پاسد به اون بخونگیت به اون بیماری ها به اون چیزی که ووال گردن شده به اون چیزی که مرده به اون چیزی رویایی که حتی نه فقط مرده خاکش کردی فقط بگو خدای ما خدایی که متخصص مردگان رو رستاخیز بده برای همین میخوایم با ایمان اعلام کنیم به خاطر فیض مسی خیر است 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 دیدم پنج بار بهتره <applause> چشمای خودمون من چند لحظه دعا میکنیم عزیزان ای عیسی ای امید کلیسا ما نمیدونیم وضعیت کلیسا خانواده روحانی ما چیه خدا من در چه آزمایشی هستم فقط نزد توی عزیزانمونو بلند میکنیم شاید به خاطر تجربه هایی دارن آسیب میبینن شاید خدا من در مراحلی که ما به عنوان حتی شبانان خبر نداریم عزیزان دارن درد میکشن دارن فرسوده میشن خداوند تو میدانی خداوند تو امید این عزیزان هستی دعای قلب من اینه که پرده از روی نیکویی خودت برداری چشمای دل ما رو باز کنی که خیریت و نیکویی و سلامتی تو رو در هر چیزی که فکر میکنیم غیر ممکنه ببینیم برای خودم این آرزو رو دارم ای خدا من هر چیزی که سالهاست دعا می کنم و من منتظرم هم تو برای خواهر برادره عزیزم و عزیزانی که در قسمت سلامتی مشکل دارن ای خدا من بعضی ها حتی به خاطر درداشون بارها نزد تو دعا کردن و جواب نگرفتن برای همین دل سرد شدن برای همین ناامید شدن خداوند این افراد و ای نزد تو بلند میکنیم که دعا برای سلامتیشون کردن برای مشکلاتشون کردن که خداوند جواب نگرفتن دعا میکنیم خداوند که پرده روی نیکویی خودت برداری ای امید کلیسا که تو رو ببینن که چقدر پررنگتر در سختی های اونا نقش داری و تویی که داری اونا رو حمل می تا خدا من تک تک ما میراث بهی از ایمانی سرسپرده از خودمون به جا بذاریم تا در هر شرایطی با ایمان به این خدا بگیم به خاطر فیض مسیح به خاطر وفاداری و محبت مسیح شالوم است سلامتی است خیر است چون این رو دعا کردم در نام قدوس ایسای مسیح کلیسای عزیزش بگه آمین و آمین